آمدن اینا بره ما که در در دوانه میکنه بیان بابا پریاد مردم برسن خونه ها همه ریخته پایین هیچ امکانات هم نیورده هیچ هم هی میان های چکار شدن چکار شدن بعضی هم میگن التماس دعا میره التماس دعا خدا حافظ به امان خدا یعنی چی بیان امکانات بریدین بره مسخره بازی که نیست آقا جم 13 سال از این فاجعه مگذرم یک فکر به حال مردم بکنه یک چهار تا پتو آوردن فقط همین یک سال جلو آوردن پتو رو ما چی بکنیم ما نمت داریم خود ما میتونیم خود ما بکشیم خب بیان به فریاد مردم برسین اینجا محمد و قدرانی یک آبنواد نیورده تالا یک دون آبنواد نیورده هیچ جا نگرم نه آب نه قضا نه سرویس بهداشتی الان این همه خانم اینجا هستن توی همه چادرها همه دختره جوانه اینا کجا برن سرویس بهداشتی هیچ کدام جرأت نداره حالا قضاشون هیچی میگه مثلا بذار گوشه نباشم تا فردا صبح هم گوشه نباشم هوا به همین سردی بشه گرمایشی نداره تو چادر همین کوچیک الان بشه همه دو چادر ما چهار تا بچه نوزاد داریم همین چطوری میخواد تصاحب بشه کنن یعنی واقعا رئیس جمهور ما یا بزرگای ما موقع انتخاباتم این کارا میکنن یعنی هیچ وقت فیلمبرداری میکنن به درد مردم بزن اونایی که انتخابات دارن میان پشت میکروفون ما برای فلان این کار میکنیم این راه راهیه که از صبح بنده خدا اونایی که بردن بیمارستان رسوندن دو ساعت تو راه بودن پنچر کردن اصلا این همچین چیزی نمیشه که مثلا رسیدگی به مردم بکنن یعنی واقعا این روستا اینقدر دور افتاده از این روستاهای دور افتاده کنار مرز هست بهترین آسایش دارن بهترین زندگی دارن وقتی درآمد زندگی روستا کم بود باید اینجوری بهشان برسن واقعا خیلی اصلا دیگه نمیدونم چی بگم به اینا از صبح ده دفعه اومدن عکس گرفتن فیلم گرفتن به فکر هیچ کیم نیست همه هم گشنه تشنه آه تو چادرها ببین هیچ امکاناتی هم ندارم همه شانم بچه کوچیک از گشنگی اونجا چکار کنن دارن تلف میشن اونجا نه آبی نه غذای از صبح ساعت ده این زلزله شده اومده آقا مسئولین گفتن ساعت یک ساعت دیگه غذا میرسه نیم ساعت دیگه الان ساعت نه شب هنوز هیچی نمید همه هم گشنه حالا ما کیچه ما امشب بر تحمل کنیم بچه کوچیک چکار کنن آقای مسئولین چرا رسیدگی نمیکنن به زلزله زدگان چکار کنن بنده خدا 300 نفر آدم تو غلط گشنه همه تو خانم که هیچ کس نمیتونن برن از ترس همه مخلوبه چیکار کنیم ما الان با آقای مسئولین بگه رسیدگی چیزی بکنن به اینا اینا مثل آدمی زادن همه شون گشنه هم گناه دارن